علاوه آلفا به توان 2. الان این دو تا ریشه داره که دوشون هم منفی آلفا هستن. حالا اگه بخوایم این پاسخ پلش رو بسنجیم، یعنی پله بهش اعمال بکنیم، پس سی اس ما مساوی میشه با یک اسم جی اس. حالا ما اینو بیاییم تجزیه کسر هم روش انجام میدیم، یعنی میگیم سی اس مساوی میشه با کا بروی آلفا 2 یک بروی اس منهای یک بروی اس به علاوه آلفا منهای آلفا بروی اس به علاوه آلفا به توان 2. خب ما الان این رو داریم، یک بروی اس که تبدیل لاپلاس معکوسش معلومه برابر پله میشه، منفی یک بروی اس به علاوه آلفا که میشه منفی ای به توان منهای آلفا تی. و وقتی که ما همچین فرمی رو داریم، مثل میمونه که اومدیم از یک بروی اس به علاوه آلفا یک بار مشتق گرفتیم. وقتی مشتق داشته باشین توی حوزه لاپلاس، توی حوزه زمان انگار یه دونه تی ضرب کردیم، پس سی تی ما به این صورت به دست میاد، سی تی مساوی میشه با کا بروی آلفا 2 یک منهای ای به توان منفی آلفا تی منهای آلفا تی ای به توان منهای آلفا تی. گفتم یه دونه تی داخلش ضرب میشه توی لاپلاس معکوسش. همین اینجا باعث میشه که پاسخ ما چه اتفاقی براش بیفته؟ سریع‌تر بشه، سریع‌تر به مقدار نهایی خودش برسه، چون یه تی هم داره کمک میکنه به این منفی شدنه. اگر فرض بکنیم آلفا بزرگتر از صفر باشه، با فرض آلفا بزرگتر از صفر میتونیم بگیم، چون اگر آلفا کوچکتر از صفر باشه بعدا بررسی میکنیم، آلفا اگر کوچکتر از صفر باشه قطب سمت راست داشتیم و سیستم کلا ناپایدار میشد، هیچ کدوم از این تحلیلا رو ما نمیتونستیم انجام بدیم. میگیم حد سی تی وقتی که تی به سمت بی نهایت میل بکنه برابر میشه با کا به روی آلفا 2. یه نکته دیگه ای که میمونه اینه که مشتق سی تی توی لحظه صفر، یعنی شیبش موقع شروع، باز هم برابر صفره. حالا ما خواهیم اینو بریم تو نرم‌افزار مطلب هم مورد بررسی قرارش بدیم. پس من الان اینجا به صورت کریتیکال رو میخوام بررسی بکنم. critical damped response. برای این میام یه دونه جی تعریف میکنیم که خاصیتی که میخوایم رو داشته باشه. حالا چون میخوام یه مقایسه ایم انجام بدیم، میخوام مقدار نهایی ها مثل هم بشن. من میگیرم 2/4.5. سیستم جی 2 رو هم به صورت یک بروی اس به علاوه 3 به توان 2 تعریف میکنیم. دلیل این که این رو عوض کردیم بود که میخواستم مقدار نهاییشون با هم دیگه یکی بشه، که بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم کدوم سریع‌تر میرسه. الان اگر بخوام این رو مقایسه بکنیم، مقایسه هم عادلانه است به نسبت، چون تو دو تا قطب این وسط هم یه قطب دورتر داره که سریع‌تر میکنه، یه قطب نزدیک داره که کنتر میکنه، یعنی یه جوری میشه گفت متناسبن با هم دیگه. اگر بخوام بیام این سیستم رو مورد بررسی قرار بدیم، این فایلش رو سیو بکنم، وقتی دو تا رو با هم دیگه رسم میکنیم، حالا اگه من اینجا یه لجندم بزنم که سیستم اولمون اوردمپت و سیستم دوم کریتیکال دمپت هستش، میبینیم که سیستمی که به اصطلاح میرای بحرانی بود کریتیکال دمپت که قرمز رنگه، سریع‌تر از سیستمی که اوردمپت بود به مقدار نهاییش میرسه، رمتی که میبینی بالاتر از اون هم قرار داره. پس ما با خاطر همین گفتیم که در مقایسه با سیستم هایی که فراجهش نتونن داشته باشه، چون اگه یه سیستمی بیاریم که فراجهش داشته باشه خیلی سریع تر میتونه، یعنی رایز تایم بیشتری داره که رایز تایم ما هم بیشتر توضیح میدیم و سریع تر میتونه برای اولین بار مقدار نهاییش برسه. پاسخ بعدی پاسخ میرای ضعیف هستش. مشخصه اصلی سیستم میرای ضعیف اونه که برخلاف دو حالت قبلی، پاسخش از حالت مقدار نهایی
Evet.